خدا به من عطا کرده بهتر است از آنچه به شما داده است، نه بلکه شما به ارمغان خود شادمانی می نمایید. به سوی آنان بازگرد که قطعا سپاهیانی بر سر ایشان می آوریم که در برابر آنها تاب ایستادگی نداشته باشند و از آن دیار به خاری و زبونی بیرونشان می کنیم. سپس گفت: ای سران کشور، کدام یک از شما تخت او را پیش از آن که مطیعانه نزد من آیند برای من می آورد؟ افریتی از جن گفت: من آن را پیش از آن که از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم و بر این کار سخت توانا و مورد اعتمادم. کسی که نزد او دانشی از کتاب الهی بود گفت: من آن را پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس گذارم یا ناسپاسی می کنم، و هر کس سپاس گذارد تنها به سود خیش سپاس می گذارد، و هر کس ناسپاسی کند بی گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است. گفت: تخت ملکه را برایش ناشناس گردانید تا ببینیم آیا پی می برد یا از کسانی است که پی نمی برند. پس وقتی ملکه آمد بدو گفته شد: آیا تخت تو همین گونه است؟ گفت: گویا این همان است و پیش از این ما آگاه شده و از در اطاعت در آمده بودیم. و در حقیقت قبلاً آنچه غیر از خدا می پرستید مانع ایمان او شده بود و او از جمله گروه کافران بود. به او گفته شد: وارد ساحت کاخ پادشاهی شو، و چون آن را دید برکه ای پنداشت و ساقهایش را نمایان کرد. سلیمان گفت: این کاخی مفروش از آبگینه است. ملکه گفت: پروردگارا، من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم. و براستی به سوگ سمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را بپرستید. پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند. صالح گفت: ای قوم من، چرا پیش از جستن نیکی شتاب زده خواهان بدی هستید؟ چرا از خدا آمرزش نمی خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید. گفتند: ما به تو و به هر کس که همراه توست شگون بد زدیم. گفت: سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست، بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته اید. و در آن شهر 9 دسته بودند که در آن سرزمین فساد می کردند و از در اصلاح در نمی آمدند. با هم گفتند: با یکدیگر سوگند بخورید که حتما به صالح و کسانش شبیخون می زنیم. سپس به ولی او خواهیم گفت: ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعا راست می گوییم. و دست به نیرنگ زدند و ما نیز دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند. پس بنگر که فرجام نیرنگشان چگونه بود. ما آنان و قومشان را همگی هلاک کردیم و این هم خانه های خالی آنهاست به سزای بیدادی که کرده اند. قطعاً در این کیفر برای مردمی که می دانند عبرتی خواهد بود. و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند رهانیدیم. و یاد کن لوط را که چون به قوم خود گفت: آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست می شوید؟ آیا شما به جای زنان از روی شهوت با مردها در می آمیزید؟ نه، بلکه شما مردمی
جهالت پیشید. ولی پاسخ قومش غیر از این نبود که گفتند خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید که آنها مردمی هستند که به پاکی تظاهر می نمایند. پس او و خانواده‌اش را نجات دادیم، جز زنش را که مقدر کردیم از باقی ماندگان در خاکستر آتش باشد، و بارانی از سجیل بر ایشان فرو باریدیم، و باران هشدار داده شدگان چه بد بارانی بود. بگو سپاس برای خداست و درود بر آن بندگانش که آنان را برگزیده است. آیا خدا بهتر است یا آنچه با او شریک می‌گردانند؟ آیا آنچه شریک می‌پندارند بهتر است یا آن کس که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد، پس به وسیله آن باغ‌های بهجت‌انگیز رویانیدیم؟ کار شما نبود که درختانش را برویانید. آیا معبودی با خداست؟ نه، بلکه آنان قومی منحرفند. آیا شریکانی که میپندارند بهتر است یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و برای آن کوه‌ها را مانند لنگر قرار داد و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودی با خداست؟ نه، بلکه بیشترشان نمی دانند. یا کیست آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ آیا معبودی با خداست؟ چه کم پند می پذیری؟ یا آن کس که شما را در تاریکی‌های خشکی و دریا راه می‌نماید و آن کس که بادهای بارانزا را پیشاپیش رحمتش بشارتگر می‌فرستد؟ آیا معبودی با خداست؟ خدا برتر و بزرگتر است از آن چه با او شریک می‌گردانند. یا آن کس که خلق را آغاز می‌کند و سپس آن را باز می آورد و آن کس که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد، آیا معبودی با خداست؟ بگو اگر راست می گویید برهان خیش را بیاورید. بگو هر که در آسمان ها و زمین است جز خدا